به نام خدا، با عرض سلام و تقدیم ارادت، با درود حضرت حق روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی، فرصت دیگری فراهم شد و در برنامه مستقیم و زنده در حضور شما بینندگان ارجمند و سروران محترم هستم. امیدوارم که با حمایت های معنوی و مادی شما قادر باشیم که این راه مشکل رو در معیت شما طی کنیم و هر روز توشه های بیشتری از خرمن با ارزش قرآن برچینیم. به تشریح آیه 190 از سوره دوم قرآن می‌پردازیم. در برنامه زنده قبلی تا آیه 189 تا پایان آیه 189 و توضیح مختصری درباره آیه 190 پیش آمدیم که احتمالاً در برنامه فردا تکرار اون رو ملاحظه خواهید کرد. در این قسمت به ادامه تشریح آیه 190 می‌پردازیم. موضوع این آیه مفهوم و محدوده دفاع در اسلام هست، که در واقع ما منع تجاوز در دفاع رو در این مبحث در موردش صحبت میکنیم و در بسیاری از محافل و مجالس میشنویم که به خصوص در سالهای اخیر که قرآن محکوم میشه به خاطر اینکه در قرآن گفته شده است که به قتل برسانید، و در این مورد آیه هایی در قرآن وجود داره که قابل بحث هست. در برنامه قبلی گفته شد که لغاتی که یا واژگانی که در قرآن با مفاهیم مختلف عرضه میشند، اینها بایستی که با یک روش، با یک ترازو، با یک میزان، با یک مخرج مشترک قابل قبول همه مفاهیم مختلف واژگان مختلف با یک پروتکلی معین بشه. یعنی که ما اگر که 58 بار در قرآن از ریشه ضربه استفاده شده و ضربه رو نگاه میکنیم در فرهنگ لغات 32 معنا داره، باید با یک وسیله‌ای ما به این نتیجه برسیم که کی، کجا، کدام یک از این 32 مفهوم در جمله مقصود گوینده بوده و از نظر منطقی کدام یک از این معانی در اون جمله قابل پذیرش. یا در مورد قتل، کشتنی که در اثر جنگ است، کشتنی که در اثر حمله است، که چون بالاخره هر حمله هم یک جون جنگه، حالا جنگی مقداری داد و ستد کشتاری داره، ممکنه که حمله مستقیم یا شبیخون این رو نداشته باشه، ولی بالاخره قتل یعنی کشتن و همین قتل معنی جنگ هم میده. همین جنگ معنی جنگ دفاعی و معنی جنگ تهاجمی هم میده. یعنی این نیست که فقط یقاتلو یا قاتلو فقط معنی این بده که جنگ دفاعی بکنید. اگر همینطور معنی میکنن اشتباه معنی میکنند. در جمله بایستی که متوجه بشیم ما که آیا منظور دفاع کنید یا بجنگید یا حمله کنید. یعنی در واقع جان کلام اینه که آیا
قاتلو یعنی دفاع کنید یا حمله کنید. و این تفاوت خیلی میکنه. و این سوال پیش میاد که ما کی بفهمیم که باید حمله کنیم، کی باید دفاع کنیم. برای اینکه این موضوع روشن بشه باید ما به یک پروتکلی، به یک استدلال مشترکی، به یک قرآنی میزانی دسترسی پیدا بکنیم. و در طول این آگاهی دادن ها ما به این مخرج مشترک یا به این فرقان مراجعه میکنیم. و من فکر میکنم که برای کسانی که قصد تجدید و تحلیل علمی دارند با قرآن، قصد مبارزه و کارهای سیاسی در پیش ندارند، بسیار برای اینها راهگشا خواهد بود که از این فلسفه و از این اندیشه ایجاد یک متر و ضریب اندازه گیری مشترک استفاده بکنیم. و چنین خواهیم کرد. در متن آیه اینطور آمده است که بسم الله الرحمن الرحیم و قاتلوا فی سبیل الله و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. بجنگید با کسانی که با شما می جنگند و تعدی نکنید، چرا که خدا تعدی کنندگان را دوست نمی دارد. در این جنگ دستور دفاع در مقابل حمله کسانی است که سبیل خدا یا راه خدا رو هدف جنگ و نابودی قرار دادند. و تشکر میکنم اتاق فرمان. و در همین جنگ دفاعی که نوعاً عبادت تلقی میشود، اگر کسی تعدی و تجاوز کند و از حدود خارج بشود و در واقع لوازم دفاع رو تبدیل بکند به لوازم حمله و از دفاع به هجوم بپردازد، در واقع دشمن خدا محسوب می شود و مدافع متعدی نوعا مبدل می شود به محارب با خدا. محارب با سبیل الله رو در اختصار مبارزه یا جنگ با خدا می گویند یا محارب با خدا می گویند. که این سوالات پیش میاد که چطور آدم با خدا میجنگه، خدایی رو که نمیبینه، نمیشناسه، ندیده. مقصود محاربه با راه خداست، با سبیل الله، با خود خدا که نمیشه جنگید. اتفاق عجیب و حیرت آوری که در طریق حفظ عدالت حتی در جنگ های عبادی و جنگ های دفاعی که انسان مسئول انجام آن است در مقابل دشمن متجاوز، تجاوز چنان محکوم شده است که معادل محاربه با سبیل الله محسوب می شود. شما ببینید که در تعریف عدالت یا در نمایش عدالت، حتی در جنگ هایی که جنبه عبادت داره، شما اگر قرآن گفته یا قاتلو یعنی بجنگید، اون جنگ یعنی عبادت، اگر اون جنگ انجام نشه یعنی سرپیچی از عبادت، هیچ تفاوتی نمی کنه. امر خدا امر عبادی است و اطاعت از امر خدا عبادت محسوب میشه هر کجا که باشه. حالا در اینجا به یک عبادت اشاره میکند، یعنی جنگ برمیگرده تبدیل به عبادت میشه وقتی حالت دفاع داره، باید دفاع کنید. اون وقت ما میبینیم که همین دفاعی که ما میکنیم اگر که از حدش تجاوز کنه، یعنی تعدی و ظلم در دفاع پیدا بشه، این دفاعی که فرد میکنه در این دفاع تعدی بکنه از حد لازم، که چقدر نیرو لازمه
که جلوی مخاصمه گرفته بشه، جلوی حمله گرفته بشه و امنیت برقرار بشه این سوی میدان. به محض این که این امنیت برقرار شد و در واقع شرایط به شرایط قبل از جنگ بازگشت، در همون لحظه باید دفاع متوقف بشه. اگر یک لحظه دفاع از اون زمان لازم برای حفظ امنیت، برای حفظ جان، برای برگشتن به جایی که جنگ آغاز شده و تجاوز آغاز شده، اگر یک لحظه بیشتر مقاومت بشه و یک لحظه بیشتر دفاع بشه، تعدی در دفاع محسوب بشه، اون تعدی در دفاع خودش یک نوع حمله تلقی میشه. و به همین جهت است که وقتی که ما دفاع رو تبدیل میکنیم به تخلف و تبدیل میشه به حمله، در اونجا قرآن میگوید که ان الله لا يحب المعتدين، و خدا حبی و دوستی برای کسانی که تعدی میکنند، ستم میکنند، ظلم میکنند، بی‌عدالتی میکنند، در تجاوز میکنند و از حد دفاع فراتر میروند، اینها رو دوست نداره. یعنی همون چیزی رو که امر میکنه انجام بدهید به عنوان عبادت، همون رو میگه من دیگه دوست ندارم، یعنی دشمن دارم، یعنی تو دشمن من هستی، یعنی این کاری که به عنوان عبادت مشغول انجامش بودی تبدیل کردی به یک کار محاربه. یعنی تعدی، خوب توجه کنیم، یعنی تعدی عبارت است از عملی که عبادت رو تبدیل به جنگ با خدا میکنه. یک بار دیگر عرضم رو تکرار میکنم، تعدی و تجاوز و ستم و ظلم و زیاده روی عبارت است از یک فکتوری، از یک عملی، از یک فعلی که عبادت رو تبدیل به محاربه میکنه. تا چند لحظه پیش میگفتن این چه میکرد؟ میگوین در حال عبادته، داره از جان و مال و ناموس مردم بیگناه دفاع میکنه، داره از سبیل الله دفاع میکنه، در راه سبیل الله، در مسیری است که خدا معین کرده، در صراط مستقیم قرار گرفته، اونجا به اون مأموریت و دستور دفاع داده شده، مشغول عبادته، جنگ او عبادت، جنگ او عبادت. همین جنگی که عبادت است، اگر یک میلیمتر از حد خودش تجاوز کرد، میگن الان چه میکنه؟ میگن الان با خدا داره میجنگه. قبلا مشغول عبادت به این خدا بود، الان چه میکنه؟ الان با این خدا داره میجنگه، محاربه با خدا میکنه. و این مقام عدالت و مقام عبادت و مقام اطاعت در قرآن، یعنی همون کسی که یا همون حکومتی که برای دفاع از سبیل و از سنت الله به دفاع مسئولانه و حقانی پرداخته است، چون به تعدی میرسد و حد دفاع از لازم به خروج از حدود، به خروج از حدود، به خروج از حدود، که قرآن میگوید که به حدود خدا تعدی نکنید، چون طبیعت عمل کاملا 180 درجه عوض میشه، اصلا یک چیز دیگه میشه، دفاع تبدیل میشه به حمله، عبادت تبدیل میشه به جنایت، دوستی تبدیل میشه به دشمنی اگر تعدی در حدود به عمل بیاد، زیاده روی در حدود بشود. چرا چنین میشود؟ یعنی دفاع مسئولانه حقانی تبدیل میشود به یک حمله محاربه، هجوم، به خاطر این است که در واقع دفاع از حد لازم میگذره، به حدود تعدی میکنه، از حدود عبور میکنه و تبدیل میشه به محاربه با خدا. مثالی در این زمینه میزنیم. به عنوان مثال وقتی که ما در قرآن میخوانیم که
نه تنها سنگسار وجود نداره، بلکه می شود گفت که با نگرش منفی به موضوع سنگسار در قرآن توجه شده. حالا اگر که قانون مجازات زناکار، چه مرد چه زن، بر جلد اونها ضربه وارد کردن، حالا من لغت شلاق رو برای این به کار نمیبرم که در این مورد هم باز من نظریات با دیگران نظریات من متفاوته، بر جلد ضربه وارد کردن با شلاق زدن و موضوع جلد و پوست در این آیه چرا آمده که بر پوست او ضربه وارد کنند؟ چطور شما میتونید بر پوست کسی ضربه وارد کنید؟ وارد اون بحث هم نمیشم، ولی یادداشت کردم که بعداً صحبت بکنیم. وقتی در قرآن میگوید که فقط تنبیه صد ضربه شلاق یا ضربه به پوست یا هر چیزی هست اون کار رو انجام بدید، و بعد میگوید که این حدود خداست، به حدود خدا تعدی نکنید، یعنی شما اگر که 101 ضربه شلاق زدید، شما از حدود الله تجاوز کردی و بنابراین عبادت، یعنی اول خدا میگه این شلاق بزن، اگه این کاری کرد، به حکومت البته، نه به من و شما، حکومتی که این رو به عنوان قانون پذیرفته باشه، حکومتی هم که نپذیرفته باشه که نپذیرفته، ولی حکومت هم قانون رو زمانی میپذیره که مردم رأی به اون قانون بدن. بنابراین مردم اگه تصمیم گرفتن بین خودشون اگه زناکار پیدا شد 100 ضربه شلاق بزنن، اون در واقع تکیه داره به مردم، اتکای به مردم داره قانون، و محترم و معتبر هست و قابل اجراست. اما اگر که این رو قرآن میگوید در هر حال چه تو انتخاب بکنی چه من انتخاب بکنم، این قانون حدود خداست، از این حدود تجاوز نکنید. بنابراین اگر کسی 101 ضربه شلاق زد یا اگر کسی زن رو سنگسار کرد، در واقع این محاربه با خدا میکنه. میپرسید چرا این کار رو میکنید؟ میگم پیغمبر میکرد، پیغمبر محاربه با خدا میکرد. یعنی در واقع وقتی میگن پیامبر سنگسار میکرد، سنگسار بیش از 100 ضربه شلاقه، بیش از 100 ضربه شلاق معادل با تعدی به حدود خداست، و تعدی به حدود خدا در واقع نوعاً جنایت با محاربه با خداست، چون خدا میگوید من اینها رو دوست ندارم، یعنی دشمن دارم، اینا با من در حال جنگن، چون در حال جنگن با خدا جنایتکار هستند. یعنی ما غیر مستقیم، من نه البته، عیاذ بالله، اون کسانی که میگویند که این سنت پیامبر بودی که سنگسار میکرده، اینها در واقع غیر مستقیم دارن پیغمبر رو به محاربه با خدا محکوم میکنند. میگویند پیغمبر اسلام محاربه با خدا بود، هیچ معنای دیگه نمیده. قصدم این نبود که حالا به اونجا سفر کنیم، ولی خواستم عرض بکنم که خیلی تفاوت میکنه دفاع با حمله. ولی یقاتلو یعنی هم به جنگ، هم ممکنه جنگی که حمله میکنه افتاب ساکن درش این دستور باشه حمله کن بکش، یا دفاع کن تا جایی که ممکن است کشته شوی یا کشته شونده. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه، ولی کدام بیس و پایه رو ما باید داشته باشیم که این تشخیص رو بتوانیم که اثبات بکنیم، به اون مباحث خواهیم رسید. معمولا دیده می شود که واژه قتل به مفهوم و معنای کشتن و از بین بردن و حمله کردن و اعدام کردن و بیجان کردن یک جاندار تلقی و تعریف می شود، و همین نحوه تقابل با مفهوم این واژه مسئول یک رشته تعاریف علی و استنتاجی و انحرافی در ارتباط با مفهوم همین واژه است که به اون خواهیم رسید. بین مفهوم جنگیدن و مفهوم کشتن و از بین بردن تفاوت بسیار خطیر و وسیعی وجود دارد، و اختلاط یا تبدیل این دو به یکدیگر یک امر بسیار جدی و بسیار خطرناک و موجب بخشی از عظیمترین از انحرافات شکل گرفته، به نوعی شکل گرفته که تبدیل به واقعیت
بلا معارض شده، در حالی که واقعیت امر اینطور نیست. یعنی افواه و مردم هر طوری که میشنوند بلافاصله میگن راست میگه دیگه، شما قرآن رو خودت باز کن ببین از اول تا آخر همش نوشته بکش تا اونجایی که میتونی، یا بجن این چه دینیه که همش میگه هر جا کافر رو دیدی سرشو ببر بکش بزن بکن همین حرفا. راه‌ها و روش‌های قاطع و صریحی در انتصاب یک مفهوم واقعی به واژه قتل وجود دارد که منطقاً هیچ شایبه و دسیسه‌ای نمی‌تواند در مقابل حقانیت آن مدعی و معارض بشود. مقصود من این است که ما الان وارد یک مبحثی میشیم که یک ترازوی ایجاد میکنیم، تقدیم میکنیم که ما واژه‌هایی رو که چند بعدی هستند یا مختلف المعانی هستند اینها رو بتوانیم که یک معنی واحد و ثابتی رو مستدلن و منطقاً از اونها استخراج بکنیم. قبل از ورود به مبحث به یکی دو مورد شاید باید اشاره بکنم. فرض بفرمایید که در آیه‌ای گفته می شود که بجنگید و برخی می گویند معنای قاتلو یعنی بکشید، و سپس ما در مقابل دو مفهوم کاملاً متفارق و متفاوت قرار می گیریم، جنگ کردن و یا کشتن، که اینها دو مقوله کاملا مجزا و متفاصل هستند. با توجه به اینکه ریشه قتله حاوی هر دو مفهوم است، هم برای کشتن هم برای جنگ کردن، ما از ریشه قتله استفاده می کنیم، مال همون خانواده است. با این وجود تعیین مفهوم قاطع این واژه که آیا معنی کشتن میده یا معنی جنگ کردن میده و معنی دفاع میده، مفهوم قاطع این واژه برای فهمش این فهم ملازمه با یک منطق قاطع و غیر قابل تردید و غیر قابل دفاع است. مثلا وقتی که میگوید قاتلو و بعد میگوید سپس، یعنی بعد از قاتلو ایشان را ببندید یا تنبیه کنید یا مجازات کنید یا عفو کنید یا جریمه کنید یا سایر روابط و رفتاری که در انحصار با تعامل با یک انسان زنده و حیاتمند میتواند که توجیه بشود و امکان داشته باشد. طبعا هر شخص و هر نفس معتدل و متوسطی منطقا مجاب می شود و قبولدار می شود که قاتلو در این نوع عبارات لااقل، در این نوع آیه ها لااقل منطقا نمی تواند که مفهوم کشتن و بیجان کردن بدهد. وقتی می گوید اگر او رو بیجان کن بکش او رو، بعد اگر اخلاقش خوب شد، اگر که دیگه قول داد که کار بد نکنه، بخو او رو رها کن یا تبعید کن یا تو گوشش بزن یا سرش رو بزن یا هر کاری بکن. میبینیم اگر معنی این آیه کشتن میبود و امر میکرد خدا بکش، بعد باید دید که آیا خدا انقدر بیمنطق بوده و کسانی که این قرآن رو هزاران بار خواندن تا به حال متوجه این اشتباهات نشدن و فقط ما متوجه این اشتباهات شدیم. یعنی اگر که در اینجا کشتن و بیجان کردن مفهوم می داشت، لااقل آیه های بعدش نمی آمد که اگر اصلاح کرد این کارو بکن، اگر نکرد اون آیه های زمیمه بعدی در واقع معین مفهوم واقعی و حقیقی و قاطعی است که در اون عبارت جا می گیره. یعنی ما تعبیر می کنیم بلا فاصله به این رابطه که جنگ دفاعی و می گوییم که دفاع کنید در جنگ تا آنجا که حمله متوقف شود. یعنی اگر که ما به بقیه آیات قرآن در مورد کشت و کشتار توجه کنیم، اون وقت میبینیم که میگوید با کسانی که با شما میجنگند به دفاع به جنگ برایید. خب با کسانی که با شما میجنگند، وقتی شما با اونها میجنگید اسم این جنگ چیه؟ هم به ترازوها اشاره میکنم، به استانداردها، به این میزان اشاره میکنم.
میگوید با کسانی که با شما میجنگند روبرو شوید و بجنگید. اولا که این عبادته، ما چاره‌ای نداریم جز این که این کارو بکنیم. اما داریم چیکار میکنیم ما؟ از کسانی که یقاتلونکم، کسانی که شما رو دارن میکشن، با شما دارن جنگ میکنن به قیمت کشتار، در مقابل اینها بیستید و با اینها به جنگ بپردازید، جنگی که ممکن است تا مرحله کشتن هم پیش برود. اما چرا ما معنی میکنیم؟ اصلا همش این است که ما چرا معنی میکنیم که جنگ های دفاعی، دفاع کنید در جنگ با کفار. کجا این نوشته دفاع کنید؟ آقا اینجا نوشته و قاتلو فی سبیل الله. شما چطور بی از خودتون لغت میذارید در اینجا که این معنی دفاع کردن میره؟ نوشته آقا بکشید، بکشید دیگه. و بعد آیه های دیگری که پشت سر هم هست و همشون هم مربوط به یک موضوع میشه، اینها رو میخوانیم میبینیم که بعدن هنوز با کسی که گفته گردن اینو بزن کار داره، هنوز میخواد اینو اصلاح کنه، هنوز اینو میخواد به دین برگرده، هنوز میخواد چه کنه چه کنه، یک خروار کار داره با این انجام بده. چطور میگه اینو بکش؟ بنابراین اون منطق رو وقتی در کنار منطق اول قرار میدیم، یک میزانی ساخته میشه که ما منطقاً با وجودی که کلمه دفاع در اینجا نیست، ولی میگوییم که در این دفاعی که در راه خدا میکنی، یعنی تقاتل از یک سو تبدیل به دفاع میشه. وقتی که میگه اینو در مقابل دشمنی که به تو حمله کرده، در مقابل یعنی دفاع. و بعد میگوید که همین دفاع هم بایستی که از حد لازم تجاوز نکنه و تعدی نکنه. آیا این به نظر شما بیننده به این معناست که در تعداد کشتن تعدی نکنید و یا اینکه در کل فعل جنگ تعدی نکنید؟ و اون وقت صرف نظر از اینکه تعدی منسوب به جنگ یا کشتار باشد، هر دوی این مفاهیم مفید به رعایت عدم تعدی می شود. آنگاه شخص از خود می پرسد که اگر من مأمور و مسئول کشتن هستم و در جنگ گرفتارم مادم، مفهوم تعدی چیست و چگونه می توانم در میدان جنگ تشخیص تعدی بدهم یا با آن تطبیق کنم و از آن اطاعت نمایم؟ که در این مقاله به این موضوعات توجه میشه که من الان در میدان جنگ دارم می جنگم، من چطور می توانم تشخیص بدهم که من کی تعدی کردم کی تعدی نکردم؟ به بیان دیگر، سوال ممکن است چنین باشد که آیا تعدی اشاره به کشتن است و یا نوع کشتن و یا تعداد کشتن، تعداد کسانی که کشته می شوند، و یا اینکه اساساً در نحوه برخورد و تقابل با دشمن محارب سخن گفته شده؟ مفهوم تعدی منطقاً اشاره به یک موضوع و یک اشاره به یک مبنا و یک هدف و یک حصار می کند، یعنی تجاوز. و دشمن باید مربوط به یک موضوع و یک فرد یا یک طرف باشه که در مورد اون هم توضیح خواهیم داد. واژه‌ای در اینجا در قرآن به کار رفته از ریشه ادب، ا د و عین واو، عین دال و واو، ریشه مشتقی است که از اون مشتق ما به نام تعدی نام میبریم. و تعدی به معنای تجاوز، به معنای عصیان، به معنای نافرمانی، به معنای بدرفتاری، به معنای بیقانونی، به معنای اشغال، به معنای پیشروی غیر مجاز، عدم اتکا و در واقع استناد به مدرک و عدم انجام وظیفه و خلاف. اینها بخشی از معنی
همین ادب یا تعدی و عدوان و پیشروی و تجاوز. لغتی در قرآن در اینجا به کار رفته، فی سبیل الله، سبل به معنای سنت است، به معنای روش است، به معنای راه است، به معنای طریق است، به معنای منطق است، به معنای دلیل است، به معنای مسئولیت است. In the cause of Allah، در طریق انجام و ارائه راه خدا، یا اطاعت از پیام خدا در تعلیم، اینها معنی این واژه محسوب میشه، سبلا. و در واقع سلسبیل که فکر میکنم اسم یکی از خیابانهای شهر تهران هم باشه، به این معناست که بپرس و تحقیق کن راه خدا را. سلسبیل نام جاری یا اسم آب جاری میده البته، و فکر میکنم که این رو به این مناسبت گفتن که گفته میشود که فوران و جریان آب هست، که اشاره به این که در به اصطلاح بهشت یک چشمه به این نام وجود داره، و یا اینکه سلسبیل یعنی از خدا بخواه که تو رو به سرچشمه فیاض و حیات بخش آب شفاف و آب جاری هدایت بکند. در متشابهات قرآن همونطور که عرض کردم، سلسبیل نام چشمه و یا آب جوشان از فوارایی در بهشت گفته میشه. بنابراین سبیل به معنای سنت الله، تعالیم الله، احکام الله، ارزش‌های الله، روش الله، منطق الله، دلایل وجودی الله و موضوع علیت و اسباب شدن. مسیر به معنای طریقه اشاره و ارائه راه خدا، که چطور راه خدا رو ما با اشاره به مردم نشان بدهیم و یا چطور این راه رو ارائه بدیم به مردم. و بالاتر از همه سبیل به معنای روش و طریق تعهد شخص به تطبیق با راه خداست. قرآن میگوید کسانی که به شما تجاوز میکنند و جان و مال شما رو در حمله مستقیم و جنگ تهاجمی مورد مخاطره قرار میدهند و در کار جنگ و مبارزه تا مرحله مقابله و کشتن و مقاتله و نابود کردن پیش میروند و از مجادلات کلامی و فتنه و دسیسه و خدعه میگذرند و به مرحله جنگ های تسلیحاتی و میدانی و مقابل برای کشتار و به قصد کشتار دست آلودن و به جان و مال و ناموس شما حمله ور شدند، با ایشان به دفاع بپردازید. کسانی که به شما تجاوز میکنند، جان و مال شما رو در حمله مستقیم و در جنگ تهاجمی مورد مخاطره و خطر نابودی قرار میدهند و در کار جنگ و مبارزه تا مرحله مقاتله و کشتن شما، نابود کردن شما پیش میروند و از مجادلات کلامی و مثل فتنه، دسیسه و خدعه میگذرند و به مرحله جنگ میدانی و مقابل به قصد کشتار دست میالایند و به جان و مال و ناموس شما حمله ور می شوند. قرآن می گوید کسانی که این کارها را انجام می دند، با ایشان به دفاع برخیزید. و حد دفاع شما با این افراد توقف حمله و تجاوز است، تهاجم است، که بیسته شما باید بیستید.
یعنی میزان و مقدار و چگونگی و مدت و شرایط دفاع شما و اینکه آیا دفاع میتواند که شامل ایجاد خسارات مالی و جانی بوده باشد، جملگی منوط به استعمال نیرو و اقدامات لازم تا مرحله توقف هجوم و حمله به تجاوز است. یعنی به محض آن که حمله متوقف شود یا موقوف شود، دفاع باید در مرحله مقابله و آمادگی تخفیف پیدا کند تا امنیت حیات برای مدافعین هم تأمین بشود. شاید این یک سؤال بیدار کننده باشد که کدام دولت و کدام سنت و کدام قبیله و کدام امت و ملتی در جهان یافت می شود که قانون و قرار یا فرهنگ و سنت و روش و دستور دفاع در مقابل حمله و هجوم و تجاوز و تعدی را نداشته باشد. کدام دولت در دنیا وجود داره که می تواند بگوید که من به عنوان مهاجم حمله کننده نبودم؟ شما اگر به صورت واضح و مجاز به وضع قانون دفاع برای حفظ و تضمین امنیت و حقوق جامعه خیش اگر نگران می بودید یا مدافع می بودید، چگونه دفاعی وضع می کردید که به این امور جواب بدهد و پاسخگوی مشکلات باشد؟ آیا در مقابل این حمله ها، در مقابل این نابود کردن ها، در مقابل این فشارها و بی‌حرمتی ها آرام و تسلیم و بی حرکت باقی می نشستید، یا دشمن مهاجم رو اجازه می دادید که بر شما چیره بشود و حیات و ناموس شما رو مورد سوء استفاده قرار بدهد، برباد بدهد، و یا میخواستید که مقابله و دفاع بکنید و دشمن رو متوقف بکنید و امنیت جامعه رو به جامعه بازگشت بدهید؟ کدامش رو میخواستید انجام بدید؟ آیا در این آیه قرآن صرفاً و ابتدا به ساکن و غیر مشروط و مطلق گفته است که قاتلوا فی سبیل الله، پریود، تمام شد، همین؟ یعنی فقط در راه خدا بکشید و بکشید و پیش روید، همون چیزی که شما آرزو میکنید کاش قرآن گفته بود. یعنی تثبیت و تعلیم راه خدا از طریق قتل دیگران مجاز است. یعنی کشته شدن برای این کشته شدن که سبیل خدا چنین گفته و ایشان سبیل خدا را پذیرفته نشدند. آیا این امریه و فرمان قرآن یک فرمان مطلق است یا یک توصیه مشروط؟ و آیا میتوان یک حکم مشروط رو با حذف شرط اعتبار مورد اجرا قرار بدهیم؟ آیا حذف شرط از یک حکم تعدی و طغیان و نافرمانی نکنی؟ آیا حذف این جمله از خود اون حکم تهاجم و تجاوز به اون حکم نیست؟ در قرآن گفته است برای خدا و در راه تحقق آنچه تعالیم خداست با کسانی که به خاطر همین راه و روش با شما جنگ می کنند و شما رو به قتل می رسانند، جنگ های دفاعی کنید، و یا اساساً اثبات سبیل الله ملازم با کشتار مردمی است که این سنت و روش و این ارزش ها رو به هر دلیل پذیرا می شود. موضوع تفاوت و تغایر هجوم و حمله و تجاوز و تعدی با موضوع وظیفه دفاع و توقف حمله و حبس و صیانت جان و مال مدافعین و قربانیان تعدی و تجاوز قرنهاست که توسط آمران همان هجوم و همان حملات پیوسته بدآموزی می شود و به دروغ و فتنه
دفاع مجاز شرافتمندانه که یک وظیفه و یک مسئولیت بشری است، به نوعی تجاوز و تعدی، تعبیر و تحمیق می شود. قرآن به کسانی که در اطاعت از حکم خدا و برای تحقق و با بیعت با سبیل خدا به دفاع در مقابل تعدی می پردازند، یعنی امر به دفاع می شوند این افراد و به این مدافعین می گویند علت جواز دفاع تا مرحله تحصیل امنیت به این خاطر است که تعدی محکوم به فنا و مجازات و مقابله است و هر کس که تعدی کند باید مجازات و متوقف بشود. آنگاه میگوید مراقب باشید که خود شما در دفاعهای از جان خودتون جای دشمن را نگیرید و موضع تعدی او رو جایگزین موضع دفاع خودتون نکنید. اگر چنین کردید شما نیز متعدی و تجاوزکار محسوب میشوید و شما مشمول مکافات و مجازات میشوید. آنگاه میگوید کسانی که متعدی و متجاوز هستند هر که باشند و به هر کجا و به هر دلیل که باشند و به هر جهت که تجاوز و تقاتل کنند، این کسان دشمن خدا هستند و منطقا خدا ایشان رو دوست نمی دارد. شما هم اگر جای ایشان در مقام تعدی قرار گیرید مشمول همان حکمی می شوید که ایشان هستند، یعنی اگر به ایشان تجاوز کنید و از دفاع لازم عدول کنید ایشان موظف به توقف شما هستند و اونها حق دارند و شما در حال جنگ با خدا هستید. برای همه کسانی که مدافع حقوق بشر هستند، برای همه کسانی که واضع ضوابط مربوط به حقوق بشر هستند، از همه اونها دعوت می شود که بگویند ایشان در قرن 21 در مقابل حمله و هجوم چه قانون دفاعی وضع می کردند و چگونه و به چه میزان تا کجا و به چه شدت و حدتی تجاوز و تعدی را محکوم می کردند. آیا با دانش حقوقی و تخصصی و ادبیاتی که آموخته اید در این حکمت قرآنی شما تجاوز و تعدی رو محکوم می‌بینید یا مورد حمایت؟ آیا شما این حکمت قرآنی را مجاز و مجوز دفاع لازم و شرافت کامل تلقی می‌کنید یا دفاع از حق رو نوعی حق و وظیفه می دانید و با آن صورت تجویز می کنید؟ آیا در دین، آیا در این آیه تعدی و تجاوز از هر سو و از هر دین و آیین که کرده باشند محکوم و مذموم شناخته و اعلام نشده است؟ آیا این حکم بلا شرط و مطلق قرآن برای حقانیت دفاع کفایت نمی کند که می فرماید و اعلام می کند که ای مردم، ای کافر، ای مسلمان، ای بیدین، ای بادین، بدان و آگاه باش که ان الله لا یحب المعتدین، خداوند به درستی و قاطعاً تجاوز کنندگان و تعدی کنندگان رو دوست نمی دارد، که قاطعاً و بی تردید و بدون هیچ عذری و شرطی شما فکر می کنید که الله متجاوزین را از هر دسته و قوم و ملت و طایفه و عقیده ای که باشند، شما فکر می کنید که متجاوزین را الله تأمین می کند و ایشان را دوست می دارد. دوستی خدا البته دوستی در روابط و قالب انسانی و جسمانی نیست،
دوستی خدا به معنای داشتن حمایت، رابطه، اتصال، رضایت و تطبیق با احکام خدا و شرط آمرزش و رستگاری و نهایتاً ارجاع وصال با خداست. به طور کلی حب خدا موجب قربت از طریق حبیب به محب می شود و اگر انسان حبیب خدا نباشد رجیم خدا می شود، یعنی خدا رحیم است و شیطان رجیم، شیطان رانده شده و مطرود است، چون خدا محب او نیست پس او را دور می دارد و دوری از خدا و نزدیکی به شیطان همان جهنمی است که قرآن از آن سخن می گوید و در گذشته و در حال جهنم در قرآن بوده، هم به فعل ماضی، هم به فعل حال و هم به فعل آینده، و در این مورد هم در جای خود سخن گفته خواهد شد. ملاحظه بشود که کسی که در مقام حبیب خدا و مطیع خدا و عبد خدا در اجرای امر خدا وارد انجام یک عبادت می شود، بدانید که اجرای اوامر خدا اطاعت خدا محسوب می شود. وقتی خدا می گوید دفاع کنید، این یک پیشنهاد نیست که اجرای آن منوط به اختیار شخص باشد، این یک امر و یک فرمان است و طبعا و منطقا انجام آن و اطاعت از آن عبادت محسوب می شود و سرپیچی از آن فسخ و فساد و طغیان محسوب می شود. آنگاه ملاحظه شود که چگونه یک عبادت که نوعی جانبازی و تقدیم خون و حیات برای بقای عدالت و حق آزادی و در واقع حریت بشر است، به یک باره همین عبادت، همین جانبازی و ایثار و اطاعت تبدیل به عصیان می شود، تبدیل به فسخ می شود و انسان مطیع و عبید، انسانی که مطیع و عبید بوده مبدل به موجودی فاسق و طاغی می شود که به جای آن که با تجلی رب رحیم مواجه و مغالب شود، در دام دور شیطان رجیم گرفتار و محبوس می آید و این تحول و هبوط و سقوط در این آیه به لحاظ آن است که دفاع به تهاجم تبدیل می شود و تغییر می کند. این موضوع تبدیل و تغییر دفاع به حمله موضوعی است که در مورد آن بسیار زیادتر باید گفتگو بشود. در این آیه قرآنی به تقاتل اشاره می شود و آن عبارت از مبارزه و جنگ مقابل و میدانی بین دو گروه است که در آن یک گروه مهاجم و متجاوز و گروه دیگر مدافع و مسئول هستند. در قرآن حیات و عدالت قابل حرمت و محفوظ و مورد حمایت است و هر یک از این دو در جامعه بشری مورد تخطی و تجاوز و حتی جنگ حرمت قرار گیرد، دفاع در مقابل تجاوز و تنبیه و در واقع جنگیدن و شاید نابود کردن ابزار برای رسیدن به توقف مجاز و جلوگیری کردن از تجاوز یک وظیفه و بالاتر از آن یک عبادت کفایی واجب است. اگر انسان در هر کجای این جهان که قرار اختیار کرده است مواجه با بی‌عدالتی و تجاوز به عدالت یا تجاوز به جان و جامعه بشود، وظیفه دفاع و حمایت از حق بر عابد چگونه قرار دارد و مجبور به چگونه واکنش و ایجاد تأثیر در توقف میتواند بوده باشد. حفظ جان، حفظ حیات، حفظ عدالت در قرآن یک وظیفه است
و وظیفه‌ای که باید تابع عقل انسان باشد، وظیفه‌ای که باید تابع عدالت باشد، انصاف باشد، و انسان نمیتواند برای اجرای عدالت متوسل به ارتکاب و سقوط در بی‌عدالتی بشود، یعنی ظلم کند که به عدالت برسد. مثل اینکه انسان از طریق زن فروشی و تن فروشی اقدام به ساختن درمانگاه یا آسایشگاهی کند که در آنجا به زنان و مردان اخلاق و نجابت بیاموزد. وسیله تحت هیچ عنوان نمیتواند که خارج از حکمت مدلول آن علت باشد و هیچ هدفی وسیله را توجیه نمی کند و وسیله باید مستقلن دارای حلیت و دارای اعتبار باشد. اکثرا موضوع جهاد در دنیای امروز وسیله ناجوان مردانه دیگری شده است که هر نوع توحش و سبوعیت و بیداد و ظلم رو در افترای با آن و به بهانه نیل و تطبیق با آن به جهاد نسبت می دهند و عملا جهاد به نوعی هجوم و تجاوز و کشتار و اسارت اطلاق می شود. در این مورد در جای خود سخن خواهیم گفت، لیکن منحصرا عرض می کنیم که جهاد کاربرد و در واقع تلاش تا مرحله استهلاک امکان در اجرای امر خدا و انجام عبادت است، گرچه وصالش نه به کوشش دهند آنقدر ای دل که توانی بکوش. دقایق کوتاهی به تنفس می‌پردازیم، باز می‌گردیم با شما خواهیم بود.